برنامه روحانی و هاشمی برای انتخابات مجلس خبرگان. رئیس جمهوری ایران میگوید اجازه هیچ گونه تخلفی را نمیدهد. پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال آینده. جهش اقتصادی ایران در نتیجه رفع تحریم های بین المللی. و صدومین سالگرد تولد ادیت پیاف، خواننده فرانسوی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفند تقریبا 10 هفته دیگر به طور همزمان برگزار شود. پیش از این دو نفر حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم برای رقابت در این انتخابات ثبت نام کرد. محمد تقی مصباح یزدی از جمله محافظه‌کاران تندرو هم ثبت نام کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. حسن خمینی چند روز پیش ثبت نام کرد. امروز هم حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی. اگر این 3 نفر در دور بعدی مجلس خبرگان حاضر و ناظر باشند، بعضیا احتمال می‌دهند دیگر این مجلس مثل 25 سال گذشته اینقدر در رابطه با رهبر و نهادهای زیر نظرش خونسا یا به تعبیر منتقدها بیخاصیت نباشد. مخصوصا که شاید در 8 سال آینده صحت و سلامت آیت الله خامنه ای هم مثل حالا نباشد. آقای روحانی همچنین اما گفته های حسن روحانی امروز بعد از ثبت نام کوچکترین نشانی از تغییر اوضاع نداشت. انشاءالله این انتخابات منشئی بشه برای وحدت و انسجام بیشتر. از نظر بعضی مردم و نکته پردازان شوخ‌طبع، مجلس خبرگان از پیرمردانی تشکیل شده که حال و حوصله انجام وظیفه را ندارند. اما واقعیت آن است که کوتاهی از انجام وظیفه بستگی به این دارد که وظیفه خبرگان را چه بدانیم. همه قبول دارند انتخاب یا عزل رهبر وظیفه مجلس خبرگان است. اما طرفداران یک رهبر با اختیارات مطلق اصولا قبول ندارند که نظارت کردن بر رهبر که کارش را درست انجام دهد وظیفه مجلس خبرگان است. اینها توقعات خودشون دارند، میخوان تو صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیرا کوشید نشان دهد مجلس خبرگان هرگز بجز تقویت رهبر کاری انجام نمیدهد، چه برسد به نظارت بر رهبر. گاهی دیده میشه که یه سخنهای بیپایه گفته میشه نسبت به نظارت بر رهبری و اخیراً من دیدم که بحث نظارت بر نهادهای زیر مجموعه رهبری و منصوبین رهبری او را اضافه کردن. واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. این حرفا در جواب اکبر هاشمی رفسنجانی بود که سعی کرده بود وظیفه نظارتی مجلس خبرگان را پررنگ نشان دهد. از این روز که طرفداران وضع موجود نگرانند، از اینکه اگر حسن روحانی و حسن خمینی و اکبر رفسنجانی به دنبال بحث نظارت بروند، مجلس خبرگان دیگر آن مجلس قدیم نخواهد بود. مجلسی که به جای گزارش عملکرد رهبر و زیر مجموعه هایش، نیمی از اعضایش مستقیم و غیر مستقیم منصوب و حقوق بگیر رهبر هستند. با همه این احوال نباید فراموش کرد مجلس خبرگان 88 عضو خواهد داشت. در میان 10 ها نفر که بعضی از آنها رهبر ایران را شبه معصوم می دانند، بعید است یک اقلیت چند نفری بتوانند بقیه را به نظارت بر رهبر و نقد او مجاب کنند. و آله المعصومین. اما حتی همین اختلاف ضعیف باعث شده طرفداران قدرت مطلق آیت الله خامنه ای زنگ های خطر را به صدا درآورند. این حق مردمه که مسئول خوب داشته باشه، وکیل خوب داشته باشه، در خبرگان محل فتنه و فتنه‌گر نباشه. توپ حالا در زمین شورای نگهبان است که باید تصمیم بگیرد آیا به کسانی که فکر می‌کند می‌توانند بعداً دردسر ساز باشند اجازه شرکت در انتخابات خبرگان را بدهد یا نه. سیاوش اردلان، BBC.
صندوق بین‌المللی پول میگوید که برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود که آن را از حدود 0 در شرایط فعلی به بالای 5% برساند. البته تأکید کرده نگه داشتن چنین رشدی آسان نخواهد بود و به انجام اصلاحات جامع در اقتصاد ایران بستگی دارد. از جمله ادامه سیاست حذف یارانه‌ها، تلاش بیشتر برای کاهش تورم و فراهم کردن شرایط کار برای جوانان و زنان. امیر پایوند نگاهی انداخته به این گزارش. امسال سال سختی بود، ولی سال بعد به لطف رفع تحریم ها سالی روشن تر خواهد بود. این حکم صندوق بین المللی پول است درباره اقتصاد ایران. هیئتی از صندوق بین المللی پول به ایران رفته و گزارشی از وضعیت اقتصاد این کشور تهیه کرده. هیئت مدیره صندوق پیشرفت‌های دولت را در بهبود شرایط کلان اقتصاد ستوده، اما می‌گوید برای رشد پایدار و ثبات اقتصاد ایران به اصلاحات جامع نیاز دارد. بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایران که پارسال 3% بود، امسال بین مثبت 0.5% و منفی 0.5% خواهد بود، چیزی حدود 0. اما در سال 95 به خاطر رفع تحریم ها این رشد بین 4 تا 5.5% برآورد شده. این گزارش میگوید تورم نقطه به نقطه ایران به 10% کاهش یافته، یعنی قیمت ها آذر ماه امسال نسبت به آذر پارسال فقط 10% گران شده و تورم 12 ماه منتهی به اسفند به 14% خواهد رسید. صندوق علت کاهش رشد اقتصادی را سقوط قیمت نفت، کاهش تقاضا به دلیل انتظار مصرف کنندگان برای رفع تحریم ها و ترازنامه بد بانک ها و شرکت ها می داند. برداشته شدن تحریم ها باعث افزایش تولید و فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ایران می شود. هزینه مضاعفی که تحریم بر تجارت تحمیل می کرد بر می دارد و دسترسی ایران به منابع و ذخایر مالیش در خارج از کشور را احیا می کند. هیئت مدیره صندوق به دولت مردان ایرانی توصیه می کنند برای ادامه رشد، بهبود محیط کسب و کار را جدی بگیرند، حذف یارانه ها را ادامه دهند و به سمت تورم تک نرخی بروند. اما بزرگترین نگرانی صندوق نظام بانکی ایران است. مطالبات معوق بانک ها، مؤسسات مالی بدون مجوز و بدهی بزرگ دولت که کاستن از آن میتواند به ترازنامه بانک ها هم کمک کند در رأس این نگرانی هاست. خوشبختانه هم در برنامه ششم هم در بودجه سال 1395 مکانیزم کاهش بدهی دولت به نظام بانکی و تعدیه این بدهی ها پیش بینی شده. صندوق به دولت مردان ایران توصیه می کند به اشتغال زنان و جوانان توجه کنند، بخش خصوصی را توسعه دهد، کنترل دستوری قیمتها را بردارد و شفافیت و پاسخگویی نظام مالی و اداری را بیشتر کند. مجموع توصیه های صندوق در واقع فهرستی از آرزوهای خود دولت ایران است که روی کاغذ برای همه برنامه دارد، ولی در عمل اجرای بیشتر آنها با موانع جدی روبروست، موانعی که رفع بعضیشان در محدوده اختیارات دولت نیست. امیر پایور، بی بی سی. تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که شمار کشته‌های ایران در جنگ سوریه رو به افزایش است. تنها در عملیات آزادسازی حلب که 2 ماه پیش آغاز شد، دست کم 70 نفر از نیروهای ایران کشته شدند. شواهد از پررنگ‌تر شدن نقش ایران و اعزام صدها نیرو از این کشور به عرصه‌های جنگ در سوریه خبر می‌دهند. اما آیا نقش ایران در این جنگ آنطور که مقام‌های این کشور می‌گویند تنها مستشاری است؟ فریبا صحرایی به دنبال پاسخی برای این سوال رفته. اجسادی که یکی بعد از دیگری به خانه برمیگردند از آن سوی مرزهای ایران، اینها مدافعان حرمند. مردانی که بی سر و صدا به جنگ سوریه اعزام میشوند و گاه زنده بر نمیگردند. هزینه انسانی حضور پررنگ ایران در عرصه کارزار سوریه. دست خبرنگاران از میدانهای نبرد سوریه کوتاه است، اما بی بی سی فارسی برای اولین بار در گفتگویی با یک نیروی پیاده نظام ایران از خط مقدم عملیات جنگی حلب
اطلاعاتی دست اول از حال و هوای جنگ گرفته. او که عضو گردان فاطمیون تحت فرماندهی سپاه قدس ایران است، از حضور دست کم 1000 نیروی زمینی ایران در عملیات بازپسگیری حلب میگوید. نیروهای ایرانی بیشتر تو حلبن الان. بیشتر بچه های تخصصی شدن، موشکی، توپخانه، پیاده نظام هم دارن. تا 1000 تا هستن. هجوم ها کلا مال بچه های فاطمیونه با حزب الله کنار هم می جنگن. ما منطقه رو می گیریم. تثبیتش هم مال بچه های خودمونه. چند روز اول خط که تثبیت شد، بعد این دست بچه های جش. بچه های ما میرن استراحت. بچه های ایرانی هم هجومی به صورت نداشتن. بیشتر بچه های توپخانه است که آتی سنگین میریزه رو دشمن. بعد پیاده نظامش هم که تو خط تثبیته. خبر ورود نیروهای ایران به جنگ سوریه اولین بار 2 ماه پیش در بعضی رسانه‌های خارجی منتشر شد. بعد از آن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از استقرار 2000 نیروی ایران در سوریه خبر داد. یا حسین یا حسین. پیمان مقابلمون تکفیری لعنتیان. سرزه زخمیمون رفته بالا. دلمون گرمه به حضرت زینب. 2 ماه بعد از آغاز عملیات حلب، ویدیوهای اینچنینی در اینترنت فراوان است. 2 تا شهید داشتیم. کشته شدگان عمدتاً به 2 گروه تقسیم می‌شوند: نیروهای افغان و دیگری نیروهای بسیج و سپاه پاسداران. تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد تلفات ایران در جنگ سوریه رو به افزایش است. طی 2 ماه گذشته دست کم 70 نفر از نیروهای ایران در سوریه کشته شدند. تقریبا همه کشته شده ها در حلب و یا حومه آن بودند، در سنین مختلف و اکثرا جوان. نیروهای بسیجی بیشترین تعداد را در میان کشته شدگان دارند. بعد از آن نیروهای سپاه پاسداران و فرماندهان و سرداران. تو عملیات ما حضور داشتیم که دشمن روی ما هجوم کرد. که بچه‌مون موند، زخمی موند، شهید موند. بچه‌های توپخانه نبودن بزنن. بچه‌های موشکی نبود بزنن. بچه‌های ادوات نبود بزنن. تیراندازمون نبود بزنن. بچه‌های ما با کلاش جلوی تانک اینا وایساد. 6 تا بچه‌های ما رو زیر کرد تانک. تانک T-72 آورده بود روی ما. دشمن خیلی تاکتیکی جمع جنگه. دشمن مهندسی جنگ داره. ولی ما نه. خودت بشین با خودت قضاوت کن. سربازی که 20 روز آموزش ببینه از جنگ چی یاد میگیره. به این آمار البته باید کشته شدگان افغان را هم اضافه کرد. بر اساس بعضی گزارش ها افغان های شیعه مذهب بیشترین تلفات را دادند. پناهندگان افغان که سالها در ایران زندگی کرده و یا آنجا متولد شدند. جواد چی کار میکنی؟ دارم آرپیجی تمیز میکنم بفرستم برای ادوا. لازم شده. امروز ساعت چند جنگ شروع شده؟ این ویدئوی آماتور که 2 سال پیش گرفته شده نیروهای افغان را در خط مقدم جبهه های سوریه نشان میدهد. ویدئویی که به دست بی بی سی فارسی رسیده بود. به گفته شاهدان عینی، سپاه پاسداران ایران این نیروها را جذب می‌کند. نیروهایی که به ازای دریافت حقوق ماهانه $500 و کارت اقامت ایران راهی جنگ می‌شوند. آن هم بعد از 1 دوره آموزشی فشرده. لال نمیری بلند و گلا اله الا الله. شواهد موجود حکایت از آن دارد که نقش ایران در سوریه هر روز بیشتر می‌شود. هرچند مقام های این کشور همچنان میگویند این حضور مستشاری است. فریبا صحرایی، بی بی سی. دولت افغانستان به کمک یک شرکت خصوصی نرم افزاری را وارد سیستم های درسی تعدادی از مدارس در کابل کرده که به کمک آن مفاهیم علمی آموزش داده می شود. هزینه این برنامه حدود $17 میلیون اعلام شده که دولت افغانستان آن را می پردازد. طراحان این برنامه از آن به عنوان انقلاب معارف در افغانستان یاد کردند. خبرنگار ما ندا کارگر از کابل گزارش می دهد. چشم ها با کنجکاوی به صفحه نمایش دوخته شده. شریان ها خون را از قلب و اندام های مختلف بدن انتقال می دهند. صفحه ای که به این دانش آموزان نشان می دهد در بدن انسان چه اتفاق هایی می افتد. رگ های خونی 3 نوع هستند. از ناامن‌ترین نقاط افغانستان به کابل آمدند. از مناطقی که یا دست طالبان است یا جنگ سبب مسدود شدن مکاتب شده. اینجا در پایتخت، اما سهولت فراگیری مضامین ساینسی از طریق سیستم‌های دیجیتال برایشان فراهم شده.
من از مناطق مرزی و دورافتاده ولایت پکتیکا به اینجا آمدم. وضعیت آموزش و پرورش در آنجا خوب نیست. حالا در اینجا مضامین ساینسی را با استفاده از سیستم‌های پیشرفته دیجیتالی می‌خوانیم و درس‌های ما عملی است. این به من کمک خواهد کرد در امتحان ورودی دانشگاه نتایج بهتری به دست آورم. هر چشم دارای یک دسته عضلات چشم می باشد که این نرم افزار را یک شرکت خصوصی افغانستان از هند خریداری کرده. هزینه اجرای این برنامه را دولت افغانستان می پردازد. 17 میلیون دلار آمریکایی. امسال ما 100 مکتب دیگه که بیرون از کابل هستند و در ولایت های تقریبا 14-15 ولایت هستند و 100 مکتب مختلف که از طرف وزارت معرف برای ما لیست داده شده بودند. بخش اولشون که ما لابراتوار کامپیوتری جور کنیم، لابراتوار کامپیوتری در حالت نصب مونتاژ هستند که این پروسه انشاءالله باید تا 2 ماه آینده تکمیل شود. فاصله مهراقی عدسیه با مضامین درسی برای دانش آموزان به زبانهای محلی فارسی و پشتو صداگذاری شده. اینجا در استودیوی در کابل. ویژگی دیگه‌ای که داره این نرم افزار ای است که به زبان نسل امروز صحبت میکنه به شاگرد، به زبان تکنولوژی، به زبان بازی، گیم و انترتینمنت، و این باعث میشه که شاگرد مکتب بیشتر علاقه بگیره به اینکه مثلا به مکتب علاقه بگیره، به درس و تعلیم در کل. این کار باعث ترکیب کرویات سرخ خود. دولت میگوید انتظار دارد تا 5 سال دیگر همه مکاتب در افغانستان شامل این برنامه شود. اجرای این برنامه اما وابسته به برق و اینترنت در مکاتب است. مکاتبی که هنوز در بسیاری مناطق افغانستان مواد درسی کافی و ساختمان ندارند و دانش آموزان در فضای باز درس می‌خوانند. صداکارگر بی بی سی کابل. اولین بار در سال 1929 در روزنامه‌ای در بروکسل ظاهر شد. این تولد یکی از قهرمانان نمادین کمیک استریپ بود. کاراکتری که هرژه خلق کرد، تن‌تن شخصیتی است ماندگار که حتی نسل جدید را هم به خود جذب می‌کند. کتاب‌های هیجان انگیز تن‌تن بیش از 200 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته. نمایشگاهی از آثار هرژه از طراحی‌ها تا ماکت‌هایی از مکان‌های به یاد ماندنی در داستان‌های تن‌تن در سامرست هاوس لندن برپاست. آنایتا شمس سری به این نمایشگاه زده. با موهای قرمز و فوکولی، خبرنگار جوان بلژیکی شخصیت اصلی ماجرا است. هر بهانه‌ای برای دوره کردن داستان‌های تن‌تن دلنشینه. این بار در سامرست هاوس لندن نمایشگاهی برای بررسی سیر تکامل آثار هرژه خالق تن‌تن برپاست. از کارهای اولیه و ساده در روزنامه ها تا شاهکارهای مداد رنگی و آبرنگ او. هرژه به شخصیتی جان داد که طرفدارانش جهانی هستند و داستانهاش به بیشتر از 90 زبان دنیا ترجمه شده. قدرت فوق‌العاده‌ای نداره و بهترین دوست زندگیشم یه سگه. اما در این حال تن‌تن در سراسر دنیا معروف و محبوبه. دلیل این همه جذابیت تن‌تن چیه؟ صورتش رو نگاه کنید. حس خاصی نداره. 2 نقطه جای چشماش و یه گردالی کوچولو جای دماغش. ولی داستانهاش بخش بزرگی از نوجوانی بیشتر ما رو پر کرده. تمام خواننده ها، پسرها و دخترها از هر کشوری و با هر فرهنگی میتونن خودشون رو جای تن‌تن بذارن. میتونن خودشون رو در سفرهای بی اندازه هیجان انگیزش ببینن. و دلیل دیگه موفقیت این داستان شخصیت های اطراف او هستن که خیلی خوب ساخته شدن. کاپیتان هادوک دوست داره همیشه نقشه قهرمان رو بازی کنه و خیلی هم زود به غیرتش برمیخوره اگه کسی غیر از این فکر کنه. کاپیتان هادوک از کتاب 8 خرچنگ چنگال طلایی همراه تن‌تن شد. باید بگم شخصیت تن‌تن خیلی شبیه نویسنده شه. خود هرژه است در جوانی. بسیار خوب و علاقمند کمک به مردم. تن‌تن اینجوری شروع شد. ولی هرچه هرژه جا افتاده تر شد، فرق کرد. به نوشیدن الکل هم علاقمند شد و کم و بیش بد و بیرا هم میگفت. برای همین کاراکتری رو خلق کرد که برعکس تن‌تن یک شخصیت کامل نبود. 11 سال بعد در سال 1940 برای اولین بار کاپیتان هادوک سرکلش پیدا شد. و اما میلو سگ با وفا و همراه همیشگی تن‌تن.
میلو همیشه بین نیروی خیر و شر درونش گیر کرده و در آخر هم همیشه طرف شر کشیده میشه. میلو در کل باهوشه و خیلی وقتا جون تنتن رو نجات داده. یک چیز جالب درباره میلو که شاید بعضی ندونن اینه که در زبان فرانسوی اسم میلو کوتاه شده ی نام مری لوئیسه و مری لوئیس اولین دوست دختر هرژه در زمان نوجوانی او بوده. هرژه شیفته ی هنر معماری و طراحی بود. در این نمایشگاه مدل‌هایی از مکان‌های به یاد ماندنی مانند آپارتمان تنتن هم به نمایش درآمده و همینطور خانه رویایی کاپیتان هادوک که در آخر به آن می‌رسد. به نظر میرسه تنتن شخصیتی بوده که خود هرژه دلش میخواست باشه. خبرنگاری ماجراجو در سفر. ولی تقدیر هرژه این بود که پشت میز بمونه و ماجراجویی های تنتن رو نقاشی کنه. آنایتا شمس، بی بی سی. هفته گذشته صدومین سال تولد ادیت پیاف خواننده مشهور فرانسوی بود. ستاره‌ای در دنیای موسیقی با صدای منحصر به فرد و یک زندگی با پستی بلندی های بسیار. زنی با عاشقانه های به یاد ماندنی که با وجود زندگی کوتاهش یادگارهای ماندگارش کم نیستند. آیدین صالحی گزارش می دهد. زندگی ادیت پیاف خود یک ترانه فرانسوی است با همان اوج‌ها و فرودها. زنی ریز نقش با لقب گنجشک کوچک و با صدایی وسیع. کودکیش بیشتر به داستان قهرمانان زجرکش ویکتور هوگو شبیه است. در پله‌های خانه پاریسی به دنیا آمد، به دنبال یک بیماری برای مدتی نابینا بود و همبازی‌هایش فاحشه‌های یک روسبی خانه بودند. اما آوازه ترانه‌خوان کوچه‌ها خیلی زود در شهر پیچید. اول کاباره‌ها و کافه‌ها، بعدتر سالن‌های مملو از جمعیت. در سالهای جنگ صدای پیاف صدای فرانسه تحت اشغال نازی ها بود. لویان روز او یکی از ترانه های معروفی شد که پاریس سالهای بعد از جنگ جهانی دوم زمزمه می کرد. عاشقانه ای از زبان یک زن که مرد ایدئالش را تصویر می کند. کسی که با آغوش و کلماتش به زندگی رنگ دیگری می دهد. برای پیاف یکی از آن مردان مارسل سردام بود. یک قهرمان بوکس. اما آهنگ سردان هم پایانی ناگهانی داشت. هواپیمایی که او به مقصد نیویورک و قصد دیدن ادیت پیاف سوارش شد سقوط کرد. مرگ او ضربه‌ای بزرگ برای پیاف بود. او ترانه‌ای به نام سرود عشق را به یاد سردان خواند. شعری عاشقانه که مخاطبش مرده بود. پس از آن زندگی پیاف مجموعه ایست از مردان مختلف، شهرت و در این حال بیماری، درد و اعتیاد به مورفین و الکل. نارسایی کبد سرانجام او را در یک بعد از ظهر پاییزی از پای درآورد. او که گفته بود دلش نمی‌خواهد روزهای پیری را ببیند، در 47 سالگی درگذشت. 100,000 نفر در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری او حاضر بودند. فرانسه دختر کوچکش را به عنوان شخصیتی بزرگ به خاک می سپرد. با زمزمه یکی از آخرین ترانه های او. شعری که می گفت از هیچ چیز پشیمان نیستم. آیدین صالحی، بی بی سی. نه، ریان.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.